به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، پس از تحلیل پیام روز 26 که امام علی رحمانوف به مجلس عالی کرد و در پس منظر آن یک تحلیل نمودیم که می خواهیم آن را تقدیم شما نماییم و عنوان این تحلیل ما رحمانوف وانگا وگل پاولوفسکی. بنیادگار گذاشته این یگان خود را به یگان مشکلی میخوانیم، میفهمیم، برای تربیه نسل‌های نوروز خلقمان استفاده میبریم و به مردم عالم معرفی مینماییم. پیام امساله رحمانوف هیچ پیام نداشت، بلکه تلاش میکرد فعالیت یک سال خود را طور وانمود کند که همه چیز خوب و نقد و حتی عالی بود. او سعی میکرد مردم را آرام و آسوده سازد که همه تنجای یا همه گلای. همچنین با مقصد دستگیری گروه های آسیب پذیر جامعه و صاحب کاران وطنی، طبق فرمان پرزیدنت مملکت از 5 ایونی سال 2020 سبوکی های زیادی اندازه و قرضی و امتیاز و جبران پولی ها به مبلغ عمومی بیش از 450 میلیون سومانی پیشنهاد کرده شدند. ما همچون اویلی کم بیزاعت همان دامی خیلی نویستگی در جماعت همون دهات مون یکون خیلی کمک گرفتگی منی. شما یعنی که همی کمک هم نگیم کمک پولی 400 سومانی هم نگرفتید؟ گفتن دادن. گفتن که کودک شما از 3 ساله کلون. وای میخواهد به مردم قرصی آرام بخش خوراند و میخواهد همه را اوکالی اوز پکایی تلنی تزریق کند. سرشنده بای بعد دادم مجلس کدن همه رازگی کدن که سی و دو سال و سی سال و مایه را دستگیری کنیدان. دستگیری میشن دو سال و هر سالانه بای چقدر کم با چقدر بای ساختمان تیوری باشد همین میتیدان. سالی بای آینده را دیجم فقط هر موقع عبشت داده میگردیدان دیگه. خواهد همین سال سی و سال دادیم یکان بار بای تکم میتیم گویم تا عمرت چقدر باشد. برای همین حالت رئالی وضعیت واقعی کشور را نگفت. نگفت که این همه کمک های خارجی که نزدیک به 500 میلیارد دلار را تشکیل داد. خشم و بیچاره ها زن و شو کودکشون کسل شدن، نه در می استخلال خواه رفتن، نه خواه که در همی کرانا ویروس چی بلا پول نیسته هم خیلی ایوه را بکنن. هیچ خیلی میشد پینسیانی را دمو هم بر حال که زدی صبح خیلی تبابت دیدی چند پول تبابت کردش مون؟ تبابت که روز سیگه بی صبح نکه مولی همونجا نویستگی هم تقریبا چند است؟ تقریبا $1,000 میشه آخری برای خدم تو خدم خدم یک بچه هم تمام ای طرف دولار یکون یوردم پلی نشدی یکون خیلی نشه مراجعت هم کدیم پشنیاد هم کدیم نشد بکیپ مروجه ترجمه. رئیس شهر و وزیر امنی تندرستی چند که زو دعوا کردیم گفتیم که مقصد این دارو کرو مقصد ارزون تر کردن مقصد همه جور خیمه نرخ نبو نو ما یک خیشم کسر شده بود فهمیده خیدم چون تاو بکنم با جدم گپو هستگی حکومت چیز کسی بیسوم خیلی این گپو رو هم بسیار شنایدیم خیلی هستگی رئیسو به خودمون پول توچ پریز توش پریز گرفته خودمون بود پای کلونه هم این خیلی چی بود کسل بود پول حساب خودمون یکون حساب بلنیسه یکون چی نبود است فقط همون بلنیسه کویکه ای که وای تمام دیگر همون حساب خودمون بود حساب خودمون تا ما کمتر تا نسیل نو کمتر وای وایش خریده وای خودمون جه اونو چند تا خیش تاورم مرده رفتن نگفت که فروش سنگ‌های گران ارزش و ذخایر ارزی که از میلیارد دلار هم بالاتر بود نتوانست جای پل‌های مهاجران کاری تاجیک را بگیرد اگرچند خوب و صحیح در کرده است که اوضاع با طرز و شکلی که حالا وجود دارد در دوام نخواهد کرد.
پنجه های شخشولی گشنگی از گلوی مردانی خانواده های تاجیک گرفته است و این پنجه ها آن وقت باز خواهد شد که روسیه مرزهای خود بروی آنها را باز کند. بر دروغ آمار داده استاده است که از 460 هزار مهاجر کاری تنها 111 هزار در روسیه است و این بیانگر آن است که همین 350 هزار باقی مانده در کشور با کار و بار مشغول است و این چنین معنا دارد که من امام علی رحمانوف توانستم با این باقی مانده ها 350 هزار جای کارو پول فراهم کنم. خواهی نوازی ما اکس سیسم چیلسم مثال یک روزی کاری میرم مثال سیسم چیلسم کار میکنم یک ماه دیگه همیان بی کار خواه میکنم همیجا کار ندارم مردم بی کار های خدا دیا بس فکر بکی میرای کار میکوی چی میکوی نمیوی روزی سه جو رفتم بینو زود رفتم پیو زود رفتم جوی کار نیست حوزی حوزی اومدیم نه اگه بوانه با امره داشتم راستی میگه نیست جوی کار نیست. ما اخران کالج کامپیوتر اینفورماتیک بودم. اینا تو حضرت دیگه میرم قبول نمیگیرن دایرکت دایرکتور دیگه چی داره اخرانا جیانی معلمه چی داره روز مرا میگن که برای یک مود بیو خو یک مود اودا میکازایرا کی احمد میگن اول اینکه اینجا 350 هزار نو بیش از یک و حتی 1.5 میلیون نتوانیست به روسیه برود. در روسیه و دولت های مشترک المنافع نه کمتر از 1.5 میلیون باقی مانده اند و با این تمام شما بینندگان گرامی شهادت می توانید بدهید. من توی میشه اخو توی آدم میرم زکاس میگیرم. اینا با کلینشو میرم، دکس فرکلی میرم، پچه دوست میرم. کجای بغلت هم میرم. خوندامین میرزده که قطعشون رو دارم کردگیم. و این لشکری بیکار در تاجیکستان حالا دارد زخایر از سالهای پیشین جمع آوری کرده اش را درسترش پسندازهای داشته اش را خورده استاده است. یک ماشین، یک گاو و مال، یک یگان چیز دیگرش را نیمه بها فروخته و صرف روزگارش کرده استاده است. یکی سالهای گذشته و امسال نگاه کرده ستاره کنم سالا فروخته بلی آقا فروخت آسه کنم سال بده اصلا پول بمین محتاق چوده ایساده ماشناشنه فروخت سن تلفون رسیه و آقا نفسه کن اما این بازار به چخص بگنه اما یازی برینه که پیرکوب چیک سال بده افتر میفرشد دیگر کار نیست که کاری درسه. اینکه رحمانوف و حکومتی وای برای این مردم کدام آسانی و سبکی داده باشد را کسی احساس نکرده است. ما در حقیقت کمبیزاتی هستیم که اگون ای کمبیزاتی اگون چون ما گرفتگی نیستیم. ما ایامر تو همه حاضر است دینه 36 سامان گرفتم مستفیدم دو بارشید 86 سامان میگیرم. یه بار ایانواری تو مرد ها گرفتک 50 سامان و ای مرد تو این حاضر دینه رفته 36 سامان گرفتن. ای ساعت 7 میبیم تو 5 بگه کار میکنیم 640 مولید میگیرم. فقط روز میشه که زندگیم در میرسه، گوی دیگه نمیرسه. ارد میگیرم، روغم میگیرم، صابون میگیرم. این خطی گرفتم با خیلی دیگه کم کمک پرادوکت میگیرم. با یک گوست مکشه برای رخپولیم زپس میپرتم. خیلی یک گوده کم کسل میشه. با یک گوست میشه پسنداز میمنم برای همین. یک خیروی روزه میشه که اولید دیر میشه. بچه هم گوشنه نمونم. من مجبورم کار کنم. روز همیشه وقتی زورم میبیاد دو جام گون کار میکنم گلشینونه بگو میروم لوبای کار بگو میکنم. اگر گویتی وضعیت من از کدام وقت بد شد از سالی از برهم خوردن اتحاد شوروی یعنی که من جای کاری مقیمی نداشتم در جای کار کردیم بعد از خوش خوردن اتحاد شوروی یا معاش میدادن یا معاش کم میدادن من حاضر قریب یک سال شد من به معاش کار فرستادم خداوند تعالی ریسک روزی من کمغل میتیاد هر روز یک بریدنون یک چونیشوی من ریسک روزی من داده شده خدا میتیاد ریسک روزی هر یک نفره هیچ راهی ندارد دوی مگر میرم در قدیر را سیس میابم پنج میابم باور که در مشکلی بایی من قدیر را رفت زدم سیس می پنج می مشکل میابم میرم امرا در چوکنه شو راحت دو کشتا میرم یک چونیشوی اونا میخورم روز میشود که دو روز سه روز من روز نام یگون یوردم نیست از حضرت حکومت نیست یگون یوردم نیست. من در چی رفتم اونجایی که با کار تعلیم میکنن یعنی شغل احالی نگه ما نداریم جو نداریم من گفتم شما هر ما باید 50 سومانی آدمان کار نمیگن چیه نمیگه خیلی پول در ما نیست من میدونم که هر ما باید 50 سومانی آدمایی که مراجعه میکنن و کار تو کار یافتن رو 50 سومانی باید چیم نیک نمیچیم حتی با قید نمیگیرن که من در اونجا رفتم یا نه.
شماری زیاد است، مراجعه شمار گرفتن کمک پول زیاد است، به حساب میونه به هر نفر از عین حال از 200 تا 300 سومونه پرداخت شده است و دوره به دوره هنگامی که مبلغی باقی مانده که وارد می شود به شهروندان بیکار پرداخت کرده می شود. و دیگر این است که همان قسمت حالا در روسیه مانده برای این مردم روزی رسان شده است، نه کدام کارخانه و فابریکای نبوده در تاجیکستان. سال 2020 14 کارخانه های صنعتی شهر خوجند از جمله سامان سوخت، دستی امیرخان، قالین های خوجند، آبادکار، نانپزی خوجند، چینار، لعل، مرمر و غیره تماما فعالیت نکردند. شاید رحمانوف میخواهد با کم نشان دادن شمار واقعی مهاجران کاری 460 هزار ادعا کند که باقی مردم در کشور صاحب جای کارند، اما این یک کذابی و مردم فریبی آشکار از بینندگان گرامی. سحر میبرویا کور نمیدیا کور میبرویا مایرا بچاش میدجیم بچاش میدجیم بچه 5 ساله دارم کلی همین بچم همین جای من برویا کور میقپا نا میقپا گا کور میقپا روزی کوری 20 سم 30 سم زنات اخلی می چی کوری باشه میری میکنی به غزه روزی جلب بعدی که مادرم گذشت بعد مادرم مرا دیگه هیچ گه نگاه کردن نکنه زورم اومد اومدم اینجا کور برای که پسر خود ما کلان کرد بچه ما سه ماه در قبل اومد خانه رو چم اومدم از سه ماه دیش اینه پنج ساله شد خودم نان داده داده می برن کار می فرمونم پرم میکنن نمی کن بله نمی تن پلومونم می برن خلواری کار میکنی می برن پنج متر سن متر ده سن متر شکایت کده نمی تونی. اگر 10 سال پیش پدر مهاجری کاری بود، حالا او بابا شده است و با پسر و حتی نبرهش در مهاجرت کاری قرار دارد. با پای نشان دادن شمار مهاجران کاری هیچ چیز عوض نمی شود. مردم کور نیست که نبیند که برعکس رو به هجرت آوردنی مردم تاجیک خصلتی سر تا سری کسب کرده است و امکان ندارد که کاهش یافته باشد. در هر گذر و کوچه و دهه و شهر و ناحیه، در هر خانواده معلوم است که شمار مهاجرین دو سه برابر افزوده است. رحمانوف در پیامش از آن نگفت که در 5 سال اخیر شمار بازار مردی کار زنان در تاجیکستان در همه مناطق زیاد شده استاده است. وقتی او صفر و آمار را با سالهای قبلی مقایسه میکند، بینندگان گرامی آن را با قرب دلار چن نمیکند، بر نمیکشد، در حالی که یک لینچ آرد سال 2014 از 90 سومانی تا 120 سومانی ارزش داشت و همه شاهدی آن بودید. حالا نرخ آن تا 260 و 270 سومانی بالا رفته است. این دستاوردها را نمیبیند و واهمه میکند و خود را ونگه و نصرداموس پین داشته میگوید که 12 سال پیش گفته بودم که برای 2 سالتون ذخیره کنید. انا دیدید با گپی ما رسیدید. ایسای بلانشوی نطفا همین که دیگه رژیم اشکم کم کردیم نمیشه دیگه آخوی نمیشه آر دروغا نکی باید ما گیریم اکی چیزوی ایو ای میوگیو ای چیزو وی خدمان وی میکنیم چکو کنیم ای نرخو رو اگه خرید که میدی چی نمیرسیم صبح خیلی حاضر فقط برای این خود خوراک دیگر این ابلغ دیگر برای کفایگی نمیکنیم. بینندگان گرامی، واقعا کس در حیرت میماند که این رئیس جمهوری است یا کدوشاه. همین که از آن تکستی سراپا دروغینش بیرون آمد، سرش را بالا کرد، شروع میکند با چرت و پرت و پرت و بلاگویی یا و سرائی. معلوم است که بسیار میخواهیم مردم و دولت را با همین حرف های درون خالی با همین گونه فند و فریب بی آرامانی. در سال 2020 استحصال گوشت پرنده نسبت به سال 2017 5 برابر افزوده است و استحصال تو قریب 1 میلیارد دلار را تشکیل داده 5.5 برابر زیاد شده است. شماره خواجگی های ماهی پرواز سال 2020 نسبت به سال 2017 35% زیاد شده، استحصال ماهی در دوره مقایسه شونده 2.3 برابر افزوده است. واردات گوشت به کشور از 10700 تن سال 2014 تا 180 تن در سال 2020 کاهش یافته است، یعنی قریب 60 برابر کم شده است. در تاجیکستان دو سال پیش 60000 تن گوشت مرغ وارد میشد، قریب 50 میلیون دلار ما واریوتا به بیرون میره. همین سال 2020
وقتی که موامگی در داخل 2000-3000 تن استحصال میکردیم، وقتی امتیازها قبول کردیم برای صاحب کاران در یک مهلت کوتاه در ظرف 2 سال استحصال گوشت پرنده به 3000 تن رسید. من باوری دارم 2 سال پس دیگه پره واردات گوشت پرنده از بین میره. شهروندان ما، پدر و مادران و بابای ما، شما خودی ما شما خوب در یاد داریم در زمان گذشته، در زمان شوروی و جمهوری تاجیکستان از بیرون در یک سال تا 180 هزار تن کارتوشکا وارد میشد و 140-150 هزار تن گوشت، محصولات گوشتی. آنچه من اشاره کردم 180 تن مگه در سال 2020 وارد شده است. خب پرسیده میشه در حساب چی تامین شد؟ پروبلم در تاجیکستان درباره استعمال گوشت است. رحمت به پدر و مادر مردم تاجیکستان که انموک تشبث ما را درباره عملی نمودن قانون درباره تنظیم رسم و آیین قبول کرده دستگیری کردن، دو برابر سرشمار چاروا صرفه شده زیاد گشت که هم محصولات شیری هم محصولات گوشتی سال به سال زیاد شده است. خودم خیلی مردی کارم کار میکنم، خیلی می پوبیلای یکون دراوای چیزی که عجز من بیایی همی بران ما میکنیم خیلی گویه میشوه میویم گویه میشوه که نیسته کار خیلی میشنیم روستا بگر در آمون همی یه ست سم یه ست پنجو سم کار میکنیم یه ماه در ده ست سم مثال 360 سم ولی من نگیرم نمیتنم رساندم مثال پاپشو هم ده بگیرم اشکم میمونه اشکم بگیرم پاپشو میمونه خیلی دو تاش مکتب اونو میره دیگه اش میره مثال مکتب من مردی کار کردیم زیویر میشترم و میام ده سم ده نان میبرم توپگا بگه رساندم نمیتنم نبرم گوشنه بمونه کار ده نیمم هر روز اکی ما کار نکردم اپا اما امروز بای گوشنه ایده کده که من نباید کارچیک قیمت شد گی که کارچیک کن نخوردی انکو گوش کنم میخوری کارچیک هم نخوردی هم نمی پیاز داغ میکنم سوی قاو مکران انداختم دوستم بوده کم نم برم مثلا با کار هم که نکنم روزم نمیزگرم. از گرانی نرخ ها، از بیبرقی، از اینکه مردم روز بروز افگار و زبون شده استاده است، از کروپسیه سرتاسری، از بیقانونی، از تنزل و انقراض و انحطاط نگفت، از اینکه پایین ترین معاش، از اینکه گرانترین نرخ ها، از اینکه گرانترین دستورخان، از اینکه سهله سهله مردم در پشت ماشین ها در مردی کار بازار ها میدوند برای اینکه قوت لایموت فرزندانشان را برای آن روز پیدا کنند. رحمانوف برای اینها چیز نگفت. بینه نه یکم چی برادارو دجه فرزند من لباس نداره کسا شیده اینه خشتومنم کتی در بدر تلبنده گرفتیم چی دروغ میکن پیشیم اچتو داشتیم کسا تلبیده هیچی محله خیلی اومده میکن جمع کردیم چه کردیم نمیدون با تاریخ دولتداری ما. حالا مردم دیگر غلامی حل خبرگوش شده است. اگر یک دانه سمنت بلاک را پیشتر برای بناهای میساخته تحمینه و یوسف رحمان و نصرت الله دولت و پیسرش و بک صبور و دیگر و دیگرها یک سامانی میچین، حالا از آن چنان حالتی وخیمه که دارد و با این آمدن قرب دلار به بالا و پایین آمدن سامانی حالا 30 درهم شده است. اکنون بیننده گرامی خودت قضاوت کن که در تاجیکستان چه وضع روز است. بعدی تماشای شاور رحمانوف به نام پیام به مجلس عالی کسب خلاصه می آید که آنهایی که برای او این نوشته را تهیه کرده اند خوب احمقش کردند، زیرا او طور گپ می زند که تماما به واقعیت همخوانی و نزدیکی ندارد. پسندازها در نظام بانکی کشور در سال 2020 17.2 فایز افزوده 11.4 میلیارد سامانی را تشکیل نمود که این گواهی زیاد شدنی درآمد اهالی و اعتماد مردم به تشکیلات های قرضی می باشد. ما بیاک امید کلان قطی من پنج چهارشنبه که فقط می آیم در نزد قبول که همین ما را قبول کنم و درد دلی ما برسه درد دلی ما را پرسان کنم یا
یکم بر نزی ما نبر آمده است این نمیخواهم بر آمدن این مورا گوش کدنم نمیخواهم مورا دیدنم نمیخواهم من نمیفهمم او گفت نه دم جناب بجرا نگاه میکنه در وقتش گفت که در بانکو سوم مورد سوم موندم سومونو موندم و تیان چهار سال شد من داشه سغورتا ما نگرفتم 2000 عبده دو سال 2000 عبده از دن 23 سال شد سغورتا ما نمیتین عبده و نیم سومون عبده و نیم هزار سومون همه کارا بگم که سیکرت مخفی میگذاشت حاضر کم کم سیرشان برامده است که چیزایی که 1,700,000 او را 400,000 فروختن چیزایی که 20,000 40,000 او را 7,000 فروخته استن فقط برای کسی خچان کار کردن پسندازها در نظام بانکی کشور در سال 2020 17.2% افزوده 11.4 میلیارد سومان را تشکیل نمود که البته این باز بایست تکرارم شما میگویم اعتماد مردم هم به تشکیلات های قرضی خوبتر و بهتر بود سال 2020 چنانه که میگویند خری عیسی را هزار بار مکه بری باز همان خر باقی خواهد ماند و رحمانوف هم 28 سال است که همان خر بود و تا امروز نیز همان خر باقی مانده است حالا گفتنی که 12 سال پیش میدونستی که پاندمی میآید آها راه ها بسته میشود پس چرا آن وقت نگفتی نصرادموس پس چرا آن وقت با تمام دنیا اعلان نکردی اگر این طور بلفزول باشی و این طور غیبگو و آیندنگر باشی و پرگنزیست باشی چرا همان 12 سال پیش نگفتی که کرونا ویروس آمده استاده است و راه ها و مرز ها بسته می شود برعکس برخلاف تمام دنیا خواستی آن را پنهان و پنهان کنی در کشور برای تبابت پوره و سری وقتی 6 سال گرفتار بیماری سرایت کووید 19 بیش از 30 بیمارخانه با 7000 کت و 5400 نفر طبیبان و کارمندان طبی سفربر گردیدند. علاوه بر این در 92 مؤسسه طبی 16000 کت آماده کرده شد. دچوی امو مینیستر همشون دچوی کلون کلون دارن برن در دچوی خیچان آدم رو نگاه کنن. اینا بازکاری 4 تا شده. باز من میبینم یکان کسالی همش کسالی داره اینه خبر نکردست اینه توجیکستان میمبری چی کسی رو کنه داره در تلویزیر های تعریف هم میمبران که شهرهای داره اینه همه کسالی داره اینه اینجا موشنو اینه جمع شده در اینجا کمپلکسی سیاحی ورزو بلین سپر شده اینه اینجا رو نمیدونن که کسالی ها را گیجو برن از جمله به سایت تندرستی برای خرید دارواری و تجهیزات طبی بنیاد بیمارخانه های موقتی و دستگیری کارمندان طب از بودجه دولت 1,600,000,000 سومانی مبلغ های علاوگی روانه کرده شده همین قدر در حیله و دروغگویی خو گرفته و عادت کرده ای دروغ میگوید رنگش بینندگان گرامی دیگر نمی شود همان روی های یلقاسی و ایلتراسی که اوپا و کرم شکیده برآمد میکند گردنش در برنامه های گذشته گفته بودیم بلانگزی ولی حالا میگویم گردنش بمانند رانی فیل شده است از غارت و چپاولگری دیگر نمی شود میگوی که کاشانه حسن مدینه دختری شریف بیک دولت قیسنگلی تخمینه آماده باشه و سالن کراساتی خودش را آرا و تارا داده باشد و برای مردم پیام میدهد 12 سال پیش گفته بودی که برای 2 سال ذخیره کنید که سالهای آینده وزبین میشود حالا هم همین گبر را گفته استاده ای و از قول معاون منشی سازمان ملل متحد هم افزودی که سال 2021 باز هم وزبین تر میشود این افسانه 2 سال ذخیره کنید دات را هنوز که در وطن بودیم بارها شنیده بودیم های سیفله این مردم ذخیره یک هفته اینه ندارند کجا رسد به ذخیره دو ساله همه را به مثل خودت و آیله بیکرانت فکر نکن سال نو گذشته همی بیستم سر میشه دیگه طلب ها میکنند سال نو کارخانه ها چی بود میگیرم دانه دانه 100 تا 150 تا مندرمی 37 مش میگرفتن این سال نشنویدم مکنم خیلی اون کس آمده گفته باشه که من برای سال نو خرید کردنیم یا کچی کنیم نشده ولی نه اخ نو میگم که نسبت به سال گذشته خیلی خام بده گوزی یعنی ارزونش خیلی
اصول یه نمی نوک 15 سن 20 سن 13 سن 12 سن شده گیرم شده 10 سن با این قضا زورا نکنم دکیلو شد 15 سن من نتیم روزی نشه و سال نسبت مسئول های قبلی بازار خیلی محیطش آرام است آسوده است چندان خریداران مایل ندارن برای خرید نمودن در سال نو به خانه هایشون محیط آرام است آسوده است اینیو کیاگون خیلی آمادگی ندارن تیاری هم ندید شدیم چون که این بابا در سری ملتی ما هست چند فرزندایی بودن چند ایتونوی بودن که ایتونوی خوب بودن گذاشتن و این بابا ای دردی بابا ولی هم این قدر مقل نیست برای پیشوز گریفتن قدر مقل نیست درست هم نیست برای شخص هم من چاموشید که اتاب اکوان میرن جوان میرن یکو کس گوشو جدا میکنن گشلا تاشلا ایشگا نبرد به حالش میخواد در راه و شفقه ندورا اتاب میگه که من دستگاه میرم میگه خیلی رفته میگه چیکار کردن میگه بودم و پردو تاینم بومو کدسته اتاب روزی نمیدی که خونو نچپا کردن ده آقا التیموس که چپا نکنی من دکتر رو ما میگذارم تنگ من دن چپا کنم میجدا دی اوتام تو اوتام آهی سورو من که اونجا خوناشا چپا کنم من گه اوتام شاول دام برو خوب بود تو هم موی سنتی برند دام برو خوب بود بعدی که از اون کشید و دام خونی آندو و خدی بدرو من جوش پارتو خورم این مردم گرسنه و به معاش و به سرپناه در داخل مانده اند در خارج باشد پراکنده و در حالت های سنگین تر دیگر قرار دارند تو باشی از 2 ساله ذخیره گپ میزنی خب بیا فکر کنیم که 2 ساله ذخیره حالا برایتان تحلیل میکنیم تو بگو رحمانوف در ذخیره 2 ساله چی چیزها را باید شامل کرد فهرستش را تهیه کرده نشر نما مثلا ذخیره 2 ساله تپک و انگشت و هزوم تخمی کارتوشکا باقلا نسک نخود و مخصوصا کدو علف و ام خوشاک حالا اگر برای تپک و هزوم و انگشت جای نگهداری نداشته باشیم چی؟ تپک سرگینی قاخ کرده یعنی گوه خشک در روی زمین نمی ایستد برای ذخیره 2 ساله آن جای مخصوص لازم است که تر نشود نم نکشد به مانند تو شود چی باید کرد؟ و دیگر این که برای 2 سال ذخیره آن زوری گاو و گوساله مردم نمی رسد که به مانند تو می بخشد سرگین کنند و اینقدر نسل بروید چی باید کنند مردم؟ خیلی خوبیم زندگی باشم اگر همه در جانا برون در دنیا کمی پیه هیچ کمی پیه هیچ کمی پیه باشم این اقل ایسوسی رو میگرون به جارو خیلی شما رو با ایگی توی نر پیشمان سیزمان به پیشمان هم نگم گلا کن گلا نان میدارم یا روغن از زندگی خون باشم یعنی زندگی خونه خودتون پیش میبره؟ ها باشم شما اگر من همه نر آمدن به خونه نان نیست کم نر آمد باشم یک نداره داشته باشم همین نرام نرام بودم که همین جمعه دو شهرتانی کدن ایرا برا بردم از نرام خود بیم پنجه کن تایی یه رو چستم گریم بابا بود در پنجه کن تایی بکرم اولو بلا بجم بشی جمعه میرن کبی قفل کم میرن نگه شیدم کجا آمد اینجا شیدم بیم نگه خوب بگذاریم از تپک که امسال قدر و قیمتش خیلی بالا رفت چون نروی برق رو به افغانستان فروختی و درست مردم شبانه که بسویتن ناچار به تپک گرم می شوند و می بخشد و نام تو را گذاشتن امام تپک و قدر و قیمتش هم در تاجیکستان بالا رفت و مانندی تو مثلا آرد و برنج و مکرون و روغن و کارتوشکا را چی بکنند اگر تمام مردم تاجیکستان برای 2 ساله ذخیره کنند اگر حتی همین باقلا و کپوست و گراخ را پس آنهایی که این محصولات را پروریش و استحصال میکنند و میفروشند برای سال دوم چی بکنند؟ چون همه خریده ذخیره کرده است محصولات آنها به خریدار نمیماند مگر های اما رحمان و سرچشمه پول را نمیگوید نمیگوید که این همه را از کدام معاش و از کدام پول باید خریده ذخیره کرد همه چیز گران شده است. پیشتر 30 دونه تخم 12 سومونی بود. حالا به 34 سومونی برابر شده است. کار به کجا رفته استاده است؟
لیکن فابریکه های مرغ پروری ساخته ایستادند. همه ای چیز قیمت شده است. تمام ای چیز، ارد، کارتوشکا، همه چیز گران شده است. ای کارتوشکا، ای مرکوشکا، ای چه подорожало. Масло очень дорогое. 2-литровый 36. А кроме масла надо хлеб, надо сахар. Равган به حد گران است. 2 لیترش 36 سومونی. ولی بغیر از روغن، نان در کار، شکر در کار، خوکای جامشویی در کار. در این حالت چی خیل با 300 سومونی نفقه زندگی کردن ممکن است؟ این ضرورترین چیزها است. علاقه ما هست که ما حسیب رو ندیده ایم. نرخویشون دست نورس است. همین طور گوشت، ارد هم قیمت. همه چیز قیمت است. ما نمیدیم. این داشت ندستوبنی ценه. Мясо тоже, мука дорогая, все дорого. در زندگی من مثلا روغن، شکر، تخم مرده من قچ زمه گیرن. اما یمی نرخ قیمت چی دکیه به ما شما نمیرسه. در یک سالی کاهیش شماری مهاجران آخر خوب میدانی که داشت دادن نتوانستی. روغن تمام، کپوب، حتی کارگرانش ماه هاست که معاش دریافت نمیکنن. سنگ های قیمت بها به شویتسریا فروخته شد. شاید لوکاشنکا بود که خندید در تلو تپه ها باغ کرده ای، چون او بسیارتر از کار و کرداری تو نمونه می آرد. بهوده نگفتند که غر گردنی غر خواید و یا این که دوز دوز را در شب مهتابی می شنوسد. اما این باغی تلو تپه های بنیاد کرده ات به چی درده می خورد رحمانوف؟ آن چی مقدار تأثیر دارد؟ وقتی می گوی که دهقان را از انداز برای یک سال آزاد میکنم، این را هم باید میگفتی که برای یک سال ترمینال های پلچینک راهی دوشنبه خوجند را هم تعطیل میکنی. چرا این را نمیگوی؟ یک بار نگفتی که در این 11 سال IRS دامادت چقدر مردم را غارت کرد؟ سال 2021 وزبین باشد، چرا اینقدر این شعات و آن هم از حساب بخش خصوصی باید ساخته بشود؟ اگر تهدید و خوف هست، حداقل 70% مبلغ این ساختمان ها را برای خریداری این مواد غذایی صرف کنیم بهتر نیست؟ باید حتما به خرج میلیون ها دلار پارک گرب ساخته شود. درختانی که از خارج کشور وارد میگردند، اگر 12 سال پیش وضع امروز را میدونستی، چرا راغون را اول مالکیت استثنایی اعلان کردی و امروز با یک سرمایه گذار زار شده آن را از استثنایی بیرون کردی؟ ما تماما تو را نمیفهمیم که تو چیکار میکنی و چیکار کرده استاده ای. شکرانه که آن بدبختیه که برخی از کشورهای اروپا رسیدن، ما به آن نرسیدیم. سخن را بینید، پروردگار را به مردم تاجیک اله ها نرسد، اما کی کفالت داده میتواند؟ کی را کمک میکند؟ همه به حال خود سرگردان. چی قدر پر رو و به حیا و کرنمک بود که همین طور بگوی که آن بدبختی به ما نرسید. چی طور نرسید؟ صدها نفر از انسانهای شریف را قربانی دادیم. صدها نفر را به نوروزی بین المللیت که از سرت سبیل ماند به کشتن دادی. ما افتخار داریم که تاجیکستان بر حق وطن نوروز، صده، تیرگان و مهرگان است. هر کدامی از این جشن ها تاریخی بیش از 6000 ساله دارد و این دلیل نیست باعث افتخار ماست که نوروز باستانی این روز جشن جهانی گردیده است. این همه کمک و یاری ها را از کشورهای بلا رسیده دریافت کردی. این کمک و یاری های همان کشورهای بلا رسیده بود که مردم از گشنگی نمرد. همین حالا هم واکسین گدایی داری. عیب نیست رحمانوف، عیب نیست که آن کشورهای بالا رسیده کمک کردند و کمک کرده ایستادند و باز تو نبلگدار نیست زبان براوردی و میگویی که بالا با ما نرسید. فکر میکنی که بخاطر تو بالا نرسید. منفیت های وزارتی و دیگر و فکر میکنیم بخاطر قاش های زیبای تو، بخاطر اشکم کلان تو، بخاطر 7 دختر و داماد های بشمارد، برعکس این تو بودی که باعث شدی بلای جان هزاران را بگیرد. جلسه ای که برگزار کردی و رستم را رئیس مجلس موندی یاد داری که بعد آن نصف حکومت، نصف زیادی وکیلان و اعضای مجلس تا رئیس مجلس و نمایندگان و پرکرور جنرالیت کرانوی شد. حتی همین 15% افزودن پول نفقه خورها هم یک دروغ دیگر است. 15% نه افزود، بلکه 15% از حساب حد اقل نفقه افزود که آن برابر با 31 سومونی است. شرم نمیکنی رحمانوف؟
در مقابل این گرانی 31 سومانی چی است آخی؟ خلاص این پیام نبود بینندگان گرامی. این یک برآمد نفر امثال کشپیروسکی و جونا داتیشویلی بود که هدفش مردم را گیپنوز کردن است. حضور فعال کشور ما در روند حل و فصل مشکلات عالم معاصر از جمله هدف‌های میباشند که برای رسیدن به آنها من بعد نیز کوشش به خرج خواهیم داد. اما این مردم از این همه گیپنوزها و دروغگویی‌ها خسته شده است. برای همین حالا نوشتن استعفا در همه شهر و نواحی کشور در اوج است و به یک حرکت سر تا سری انشاء الله تبدیل شده است. دیگر مثل این خیرسر طولانی نمی کنیم تحلیل این پیامی به ماهیت و دروغش را. امیدوارم که بینندگان گرامی به عمق آن رسیدید و گرفتید فشورده و ضمیرهای پنهانی این پیامی سرخوری پیشوارا. بله بینندگان گرامی، این بود تحلیل کوتاه از پیامی پیش از دو ساعته امام علی رحمانوف. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.